قاتل مجاهدین در آتش سوخت. جمال جعفر ابراهیم معروف به ابو مهدی مهندس که خون صدها بیگناه را بر زمین ریخت، در بامداد 13 دی همراه با قاسم سلیمانی بازوی سرکوب و سپاه خامنه‌ای در آتش سوخت. تو بین ایرانی‌ها کیو بیشتر دوست دارید؟ و آقا فقط ایرانی نیست، یعنی مال همه. غیر از ولی فقی. قشقش. به که به علت پرونده تخریب و ترورهایش در فهرست تروریست‌های تایید شده ی آمریکا قرار داشت، همزمان با سقوط حکومت سابق عراق از ایران به عراق بازگشت و پس از مدتی با افشای پرونده‌های تروریستیش دوباره به ایران گریخت. اما پس از خروج نظامیان آمریکا به عراق بازگشت و در موضع معاون هشت و شعبی به کشتار مردم پرداخت. انفجار وحشیانه قرارگاه حبیب ارتش آزادی بخش یکی از بیشمار جنایت‌های جلاد خامنه است. سه شنبه 11 آبان 1378 قرارگاه حبیب در شمال بصره هدف یک حمله وحشیانه تروریستی قرار گرفت. این حمله توسط ابو مهدی مهندس با یک خودروی کمپرسی حاوی 2.5 تن مواد منفجره به قصد انهدام کامل قرارگاه انجام شد. علی منافقین هم توی عراق عملیات می‌کردید؟ بله، ما مهمترین عملیات مثلا بادیان حبیب، عملیات استشهاری تو بادیان حبیب بعد از شهادت شهید سید شیرازی که اونها گفتن که 13 نفر از اونها کشته شده. در جریان این جنایت 5 تن از مجاهدان به شهادت رسیدند. مجاهد شهید حمید احرار 45 ساله متولد ارومیه، مجاهد شهید محمد رضا دلیری 40 ساله متولد مشهد، مجاهد شهید حمید دانایی 36 ساله متولد رشت، مجاهد شهید عباس فروغزاده 31 ساله متولد زابل، مجاهد شهید صفا صفابخش 21 ساله متولد کرج.